اگر مایل به این هستی که آرامش بیشتری بگیری، اگر مایل به این هستی که از اون نگرانی‌هات، از اون خستگی‌هات آزاد بشی، و اگر موضوعی هستش که جسم شما رو در ضعف برده، در خستگی برده، این رو بدونیم چاره خیلی سخت نیست. حتما برای انسان‌ها سخت میشه، حتما برای وکلا سخت میشه، حتما برای پزشکان سخت میشه، حتما برای ما گاهی حقیقتاً بن‌بستی بیش نخواهد بود. اما وقتی که ایمان داریم به خدا، خدایی که میدانیم محبته، خدایی که میدانیم عشقه، لحظه‌ای بیاییم از اون باورها و صحبتهایی که چه بسا در گذشته باعث سردی ما شد، چه بسا در طول این 40 سال کار شیطان این بود که هویت و ماهیت عشق و محبت خدا رو به نوعی دیگه به نام الله تعریف بکنه و در صحنه ذهن و فکر ما فقط این باشه، سربریدن هستش، رب و وحشت هستش، زور هست، خرافه هست و دروغ. فکرت رو رها کن از اون. فکر کن اگر خدایی برای تو بود و هست، این خدا میخوای چگونه باشه؟ آیا این خدا فکر میکنی میتونه خدای عصبانیت، خشم، خدای مرده ها باشه، مرده پرستی رو ترویج بکنه و ملت ها رو تحت ظلم و ستم قرار بده؟ اگر اون خدا میتونه خدای من و تو باشه، مسلماً در اشتباه هستیم، چرا که وجود درون ما فریاد میزنه محبت رو، عشق رو، حکمت رو دوست داریم. نگاه بکنیم به اشعار تمام کشورها، داستانهاشون، روایتهاشون، سخنانشون که دلنشینه. چرا به دل میشینه؟ چون من و شما از آغوش عشق و محبت خدا آمدیم، از آغوشی آمدیم که درش حکمت، درش خرد هستش. بارها اینو از من شنیدید، ایرانی ها حقیقتا خدا دوست هستن، اما عذر میخوام اینو، خدا شناس نیستن. و مسیح گفت من آمدم تا خدا رو به شما معرفی کنم. شاید برای تحقیقات فکر میکنید دیر هست، فکر میکنید باید دوباره از اول شروع کنیم، از کجا معلوم که مسیحیت حقیقت باشه، انجیل درست میگه. اما میتونید با دعای من لحظه‌ای متحد بشید. خواهش میکنم، حتی با هر باوری که هستی، حتی اگر باور به خدا نداری، کلام خدا میگه بیایید بچشید، یعنی امتحان کنید، مانند ساینس، مانند علم، میگه امتحانش کن که او نیکوست، نه فقط شنیدنی باشه. محبت او رو بچش و اجازه بده مسیر زندگیت در مسیر هدفمندی که نه فقط به این دنیا بسنده کنه، بلکه عاقبتش اون هدف مقدس خدا است که در حضور او بودن هستش. لحظه با دعای من متحد بشید. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم که کلام تو میگه از آسمان نگاه میکنه بر آنان که فروتن هستن، در سکوی دانش خودشون نایستادن، تجربیات خودشون نایستادن، دستان خود را باز کردن تا حقیقت رو از حقیقت بشنون، که تو حقیقت هستی. پس خواهش میکنم هموطنان عزیزی که اینک با دعای من متحد هستن، خداوندا تو قلب اونها رو میدونی و کلام تو اعلام میکنه که خداوندا تو به فیضت نگاه میکنی، فیضی که از خون یگانه پسرت عیسی مسیح آمد و هر کس که به تو ایمان بیاورد مطابق فیضت او را برکت جاودانی خواهی داد. اینک هموطنان من ای خداوندا که در این برنامه با هر باوری که هستن، اگر با دعای من متحد هستن، تو مطابق فیضت عمل کن. خستگی های اونها، ترس های اونها، ضعف جسمانی اونها رو ای خداوند، نگرانی های اونها رو، مشکلات مالی اونها رو، رفع رابطه های شکسته رو ای خدای قدوس عیسی مسیح، و همچنین آزادی کشور عزیزمون، همچنین آزادی آنانی که به خاطر باورشون و به خاطر آزادی ایران اینک در زندان هستن ای خداوند، تو باشی که اجابت کننده دل آنان باشی و تو باشی که کشور عزیز ما رو به ما برگردونی، برگردونی خداوندا، تا خرد و محبت حاکم بشه بر قلب ما، و همه اینها را در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم.